به نام خدا و تقدیم سلام. دوستان عزیز به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و برای حمایت ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ادیب فهیم پسر ارشد مارشال فهیم با عبدالله عبدالله خداحافظی سیاسی کرد. ادیب فهیم فرزند ارشد مارشال محمد قاسم فهیم با دکتر عبدالله عبدالله به دلیل درخواست رتبه مارشالی برای جنرال دوستم مقاطعه سیاسی کرده است. با گزارش از خبرگزاری جمهور، ادیب فهیم دکتر عبدالله عبدالله را متهم کرده که یک مصلحت سیاسی مقطعی را نسبت به ارزش‌های تاریخی جهاد و مقاومت ترجیح داده است. آقای فهیم بدون ذکر نام دکتر عبدالله در پیام نوشته: یک بزرگ، برادر و دوست گرامی ما، لحاظ یک عمر دوستی، وطنداری و برادری و صداقت را نکرد. یک مصلحت سیاسی مقطعی را نسبت به ارزش‌های تاریخی جهاد و مقاومت ترجیح داد. برود خدا نگهدارش. با این وجود گفته می شود که آقای ادیب فهیم پس از آن که دکتر عبدالله برای جنرال دوستم رتبه مارشالی درخواست کرد با او مقاطعه سیاسی کرده است. بر بنیاد گزارش‌های تایید ناشده، دکتر عبدالله در طرح حل اختلافات سیاسی برای جنرال دوستم معاونیت سرقومندانی اعلای قوای مسلح و رتبه مارشالی کرده است. این در حالی است که دکتر عبدالله طرح خود را برای حل اختلافات سیاسی با ارگ ریاست جمهوری فرستاده است. جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست، اما گفته می شود که بر بنیاد آن دکتر عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را پذیرفته و نیز خواستار سهم 50% در کابینه، معینان، رؤسا، سفرا و انتخاب والیها شده است. ارگ ریاست جمهوری نیز گفته که جزئیات این طرح را پس از آن نهایی شد با مردم افغانستان شریک خواهد کرد. در همین حال سخنگوی ارگ ریاست جمهوری از پیشرفت‌های چشمگیر در مذاکرات با تیم ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله خبر داد. با گزارش از اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که مذاکره روی مسائل مهم سیاسی با تیم عبدالله عبدالله جریان دارد و در این زمینه پیشرفت های نیز به دست آمده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییت اعلام کرد که پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگو با تیم عبدالله برای حل تنش های سیاسی صورت گرفته است و این نوشته است که مذاکرات و بحث ها روی موضوعات و مسائل مهم سیاسی در سطوح مختلف جریان داشته که پیشرفت های چشمگیر نیز در پی داشته است. صدیقی افزوده است: حکومت جزئیات و موضع‌گیری رسمی در قبال این مذاکرات را بعد از نهایی شدن آن با مردم شریک خواهد ساخت. گفتنی است که عبدالله عبدالله نیز اخیراً از پیشرفت در مذاکرات سیاسی با اشرف غنی خبر داده است. تنش میان ارگ و سپیدار پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اشرف غنی در آن آغاز شد. عبدالله عبدالله ارگ را به تقلب در انتخابات متهم کرده و خود را رئیس جمهور خواند. این اختلافات باعث شد که حدود 2 ماه پیش اشرف غنی و عبدالله عبدالله به طور همزمان به عنوان رئیس جمهور افغانستان مراسم تالیف برگزار کردند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله از توافق سیاسی با غنی سخن گفته است. عبدالله عبدالله گفته است که کار روی جزئیات و نهایی سازی توافق میان دو طرف ادامه دارد. با گزارش از اسپوتنیک، عبدالله عبدالله
در برگه فیسبوک خود نوشته است که در مذاکرات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور برای تشکیل حکومت به پیشرفت های دست یافته است. آقای عبدالله نوشته است به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که در این مذاکرات به پیشرفت های دست یافته ایم، روی اصول توافق های صورت گرفته است و اکنون کار روی جزئیات و نهایی سازی توافق میان دو طرف ادامه دارد. در این حال عبدالله ابراز امیدواری کرده است که با توجه به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، نیاز به تامین صلح دائمی، اتحاد و همسویی ملی برای مقابله با مشکلات امنیتی اقتصادی کشور، توافق سیاسی هرچه زودتر نهایی شود. این در حالی است که سرور دانش، معاون رئیس جمهور غنی، در پیوند به چالش سیاسی موجود در کشور روز گذشته گفت که بزودی ممکن تنش‌های سیاسی بین دکتر عبدالله و رئیس جمهور غنی خاتمه خواهد یافت. به گفته وی، تلاش برای تحکیم وحدت و هماهنگی در چارچوب حکومت مشارکت ملی جریان داشته تا چند روز آینده هر دو طرف به توافق نهایی دست یافته و آقای عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد گرفت. در همین حال شورای ملی گفته است غنی و عبدالله به خواست نمایندگان تمکین نکردند. هیئت های میانجی هر دو اتاق شورای ملی تلاش های خود برای ایجاد سازش بین غنی و عبدالله را متوقف کردند. دلیل این توقف بی‌میلی دو طرف به حل جنجال ها از طریق این دو اتاق بوده است. روزنامه 8 صبح نوشته است که در حال حاضر تنها یک گروه 4 نفری از سیاسیون با محوریت حامد کرزی مصروف میانجیگری بین ارگ و سپیدار است. هیئت های شورای ملی میگویند که آنها از تلاش این گروه حمایت میکنند و خود تصمیمی را برای شروع دور تازه از میانجیگری بین دو طرف را ندارند. حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف در اوایل بعد تنهایی وارد میانجیگری بین غنی و عبدالله شده بودند. بعدتر محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی نیز با آنها یک جا شدند. از این گروه 4 نفری به نام گروه کرزی هم یاد شده است. علی اکبر جمشیدی عضو مجلس نمایندگان میگوید که این مجلس فعلا یک حیات فشرده تشکیل کرده و با فعالیت های گروه کرزی در تماس است. طبق معلومات او، آخرین اقدام این گروه انتقال طرح ارگ به سپیدار بوده است. طبق معلومات این نماینده مجلس، جنای عبدالله یک سلسله تغییرات را در طرح ارگ آورده است. همچنان شرط و شرایط تازه به آن افزوده است. او گفت که طرح مذکور تا کنون نهایی نشده است و از همین رو گروه کرزی نتوانسته جلسه بعدی خود را برگزار کند. ریاست جمهوری هم از فرستادن طرح به ریاست اجرایی چیزی به زبان نیاورده است. سپیدار هم رسماً از این باره چیزی نگفته است. طبق معمول هیئت میانجیگری هم اظهارات درباره پیشرفت کارش نداشته است. با این حال اگر تایید شود که تقسیم مساویانه قدرت پیشنهاد غنی برای عبدالله بوده است، در آن صورت امکان سازش سیاسی بین دو طرف قابل تصور خواهد بود، زیرا این پیشنهاد می تواند نشانه انعطاف در موضع غنی باشد. او قبلا تنها با سپردن ریاست شورای عالی مصالحه به عبدالله و جای دادن به اعضای تیم او در کابینه رضایت داده بود، البته آن هم با شرط و شرایط بسیاری همراه بود. از سوی دیگر، نمایندگان اروپایی در افغانستان به سیاسیون افغانستان گفتند که منافع ملی افغانستان را در اولویت قرار دهند. سفیران اتحادیه اروپا و ناروی در کابل روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی با عبدالله تاکید کردند که تنش‌های سیاسی میان اشرف غنی و او حل شود.
دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین این ویدیو با ما همراه بودید. اگر میخواهید از تازه ترین و مهمترین رویدادها و مطالب ما با خبر شوید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان برای بهبود هرچی بیشتر برنامه های بعدی ما، نظریاتتون را با ما شریک سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.